خوش اومدید به فینال بزرگ فینالی که همه منتظرش بودن علی رضا فیروز را در مقابل مگنس کارسن در مورد فرمت مسابقات بخوام بهتون بگم چهار بازی بازیکنان انجام میدن اگر دو دو مساوی بشه بازی آرماگدون بازی پنجم نتیجه رو مشخص میکنه و یک نکته داره اینجا اگر علیرضا فیروز را بتونه مگنس کارسن رو پشت سر بذاره قهرمان نمیشه به خاطر اینکه از برکت بازنده اومده و یه بست آف تو هم بعدش هست یعنی دو بار باید مگنس کارسن رو پشت سر بذاره توی این ویدیو قرار همه بازی هایی که انجام شده رو با هم ببینیم اسپویل نمی که چند تا بازیه که بفهمید حالا چه اتفاقاتی افتاده ولی اینو بهتون میگم حداقل پنج بازی رو قرار با هم ببینیم با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید امیدوارم انرژیش رو داشته باشم همه این بازی ها رو با انرژی براتون گزارش رو تحلیل کنم لایک ها هم بکوبید بریم سراغ بازی اول مگنس کارسن با مهره سفید بازی رو با جیسه شروع میکنه فیل خودش رو فیین که دو میکنه هر دو بازیکن این کار رو انجام میدن دی چهار پیاده رو در مرکز قرار میده و سی چهار هم بازی شده نو گرونفیلد رو داریم روی صفحه دفاع نو گرونفیلد و سی شیش پیاده خودش رو حمایت میکنه علی رزا و مگنس قلعه رفته علی رزا هم قلعه میره و اسب به خونه سی سه گسترش پیدا کرده علی رزا پیاده رو توی بازی زده و مرکز رو به مگنس کارسن داده, داده در ازاش علی رزا پیاده خودش رو حمایت میکنه وزیر ایدو و آ 5 از جناه وزیر طوفان پیاده خودش رو علیرضا به پا میکنه رخ اومده دی یک گسترش اسب دی 5 هم بازی شده تعویز پیاده اتفاق افتاده و مگنس کارسن اینجا پیاده خودش رو رو به جلو رونده نشسته به اسب توی بازی و علی رضا فیروز جا اینجا حرکت بی چهار رو انجام داده اما در نظر بگیرید این اسب بره پشتش قرار فیل بره دیگه درسته و علی رضا انگار داره دو تا مهره رو از دست میده در حالی که مگنس فقط این اسبش زیر ضربه توی بازی ببینیم چه اتفاقی افتاده اینجا مگنز زده و علیرضا پس گرفته حالا این اسب زیر ضربه اسب جابجا جا شده و علیرضا فیروز جا اسب خودش رو در ازای سه پیاده توی بازی قربانی کرده برگردیم به عقب به این لحظه پیاده اول پیاده دوم و اینجا پیاده سوم رو توی بازی به دست آورده در ازای اسب حالا اسب اومده بالای صفحه فیل بهش حمله کرده آ چهار از اسب دفاع کرده علیرضا در ازای قربانی که داده مرکز بسیار وحشتناکی داره توی بازی سه پیاده پیشه و رونده خودش رو میخواد توی بازی خلق کنه و میره توی بازی های نامتعادل که دیگه متریال ها یکی نیستن پیاده سه پیاده در ازای اسب مثلا و اینجا تعویز اتفاق افتاده ورکت حرکت ایش ایشیش ببینید چه چین پیاده ای داره اینجا علیرضا توی بازی وحشتناک واقعا بازی کردن جلوی این زنجیره پیاده ای از اومده از پیاده خودش دفاع کنه نیم نگاهی هم به خونه سی شیش داره توی بازی علیرزا پیاده رو رونده اسب سی شیش وزیر زیر ضربه جا به جا شده نشسته به پیاده توی بازی و این نجازه رو داده که از پیاده بی چهار رو توی بازی بزنه در زای پیاده بی پنج اسب دفاع شده اسب رفته به خونه دی هفت و اینجا پیشنهاد تعویز فیل ها رو داره مگنس میده اسب به پیشروی خودش در واقع داره توی بازی ادامه میده ببینید چه خونه هایی منتظر اسب علی رضا فیروز جان خونه هایی که هیچ کس قرار نیست بهشون دسترسی پیدا بکنه حرکت چهار بازی شده اسب اومده به 23 نشسته به رخ توی بازی تعویض فیل ها اتفاق افتاده و توی این لحظه مگنس کارسن اسبش زیر ضربه رخش زیر ضربه اما همونجور که میبینید وضعیت کاملا متعادل ایولبار متعادل نشون میده وزیر کیش داده توی بازی بلاک شده کیش و مگنس کارسن پیاده ایشیش رو توی بازی زده و داره از اسب و رخ خودش در واقع توی بازی گذر میکنه علی رضا فیروز جا اسب رو زده و مگنس کارسن اینجا رخ دادی پنج کوبیده این حرکت حرکت درخشان بازیه با دو علامت تحسین برای مگنس کارسن ببینید قطر فیله چجوری باز شده حمله سفید بسیار خطرناکه اوکی رخ زیر ضربه اما اصلا مهم نیست علی رضا اصلا نمیتونه رخ رو توی بازی بزنه رخ دی هفت کیش میاد شاه باید بره خونه H8 فیل در آهش داره و وضع خیلی بده دیگه این رخ نمیتونه حتی فیل رو هم توی بازی بزنه به خاطر این کیش و توی حرکت بعدی مات میشه علی رزا پس زدن فیل قابل بازی نیست مثلا باید اسبش رو خارج کنه فیل برمیگرده میشینه به اسب توی بازی و این وضعیت حمله سفیده که قدرتمنده و مهرهای سفید بسیار فعالن به همین دلیل علیرضا اصلا اینجا نرفته سراغ زدن رخ توی بازی رخ خودش رو خونه, خونه, آهف گذاشته عرض هفتم رو دفاع میکنه از این قطر قدرتمند فیل هم خارج شده حالا مگنس رخ خودش رو نجات داده رخ نشسته به وزیر توی بازی آچمز شده رخ به شاه توی بازی و اینجا علیرضا حرکت رخ f 7 رو بازی کرده از رخ خودش به خوبی دفاع میکنه توی بازی توجه کنید حرکتی مثل حرکت رخ F7 حرکت خوبی نیست باز با اینکه حرکت دفاعی هم هست داره از پیاده بیشتر حمایت میکنه توی بازی اما حالا رخ میاد دی 6 از این آچمزی مگنس کارسن میتونه استفاده کنه و پیاده F6 رو تحت فشار قرار بده مثلا وزیر C5 هم بازی بشه حالا فیل D5 هم میاد ببین ببینید چه فشاری هستن همه مهره های سفید توی بازی اگر در اکتیو ترین حالت ممکن قرار دادن علی رضا اینجا رخ اف 7 بازی کرده تعویز اتفاق افتاده وزیر زیر ضربه رخ بعدی اومده تعویض اتفاق افتاده و علی رضا شاهش رو گذاشته خونه اچ فیل فعال شده توی بازی اینجا علیرضا کیش داده شاه بالا اومده ببینید خونه دیدو چه خونه برای اسب توی بازی حالا کیش خونه F1 وجود داره و اگر مگنس کارسن دفاع نکنه وضعیت رو مات میشه بعد از کیش میکوبه توی پیاده به همین دلیل مگنس از پیاده خودش با وزیر حمایت کرده فشاری هم روی این پیاده داره توی بازی وارد میکنه وزیر مرکزی شده به خونه مرکزی اومده فشار به این پیاده هم وارده وزیر اومده به خونه سی شاه برگشته نشسته به وزیر و اینجا علیرضا فیروز را بی اعتنا آسه رو بازی میکنه اگه میخوای اینو بزن اگر بزنی آدر به دو میزنم و توی حرکت بعدی دارم وزیر میکنم و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی اینو بزنی که وزیر میکنم اونو هم نزنی چی کار کنی وزیر تو بذاری دی یک جلوی اینو میخوای بگیری حالا وزیر میاد F5 و پیاده توی بازی قطعا وزیر میشه و با یه وزیر بیشتر در اصل سیاه بازی میکنه و بازی رو میبره پس اینجا اسب قابل زدن نیست مگنس کارسن اینجا پیاده رو زده توی بازی و علیرضا فیروز رو حرکت سی سه رو بازی کرده از شر این پیاده توی بازی خلاص شده تا بتونه پیاده رونده خودش رو قدرتمندتر کنه توی بازی سی سه. کیش شاه رفته بالا چه کسی قرار جلوی پیاده رو بگیره وزیر اومده جلوی پیاده رو بگیره اما سیدو بسیار سطح بالاست این حرکت حرکت فوقلاده سیدو رو بازی کرده علیرضا نمیتونی بزنی اگر بخوای بزنی وزیر در دی پنج با کیش هم هست فیل تو هم از دست میدی توی بازی مثلا شاه جی یک باید بازی بشه اسب افس مهراه سیاه فعالن یک اسب بیشتر داره و این آخر بازی رو سیاه میبره برگردیم به خود بازی حرکت وزیر اف کیش بازی شده علیرضا شاه رو بدون ترس به خونه h 5 هم میاره و توی این لحظه حرکت وزیر f 7 در کمبود زمان مگنس بازی کرده که بازی رو میبازه اینجا مگنس کارسن باید g 4 رو پیدا میکرد که توی کمبود زمان هم واقعا کار سختیه اگر پیاده رو بزنی حالا وزیر میاد خونه بی چهار کیش اسب رو میبره توی بازی فرض کنید شاه f 5 اسب رو میزنه اوکی وزیر وزیر رو میزنی فیل رو میزنه آخر بازی کاملا مساوی سه در مقابل سه اما مگنس پیدا نکرده آخر بازی مساوی و و وزیر رو گذشته خونه f هفت علی رضا شاه خودش رو هم بلاک میکنه توی بازی از پیاده خودش داره حمایت میکنه و دیگه چه کسی قرار جلوی وزیر شدن پیاده رو بگیره وزیر سی هفت میزنی و بعد از حرکت وزیر دی 7 مگنس کارسن از بازی انصراف داده و علیرضا فیروز جا با مهره سیاه موفق میشه مگنس کارسن رو پشت سر بذاره توی بازی اول بریم سراغ بازی دوم که علیرضا با مهره سفید بازی میکنه و بازی رو با حرکت ای چهار شروع کرده دفاع کاروکان رو مگنس کارسن برای این بازی انتخاب کرده واریانت پیشرفته دفاع کاروکان روی صفحه قرار داره و قلعه حرکت اف 6 فیل گسترش پیدا کرده تعویز اینجا اتفاق افتاده و پیشنهاد تعویز فیل ها رو هم داره توی بازی میده حمله به فیل فیل برگشته به عقب و اینجا رخ رو توی بازی علیرضا توی ستون نیمه بازی قدرتمند قرار میده قله از طرف مگنس بازی شده گسترش اسب و تعویز فیل ها توی بازی اتفاق افتاده اسب اومده به خونه جی 4 و اسب رفته به خونه بی شاید میخواد از خونه سی پنج استفاده کنه اما مگنس با بی هیچ اجازه فعالیتی به این اسب توی بازی نمیده وزیر اومده به خونه ای دو وزیر رفته به خونه ای شیش تعویز اتفاق افتاده و علی فیروز جا هوشمندانه وزیرها رو توی بازی تعویز میکنه و یک رخ فعال داره توی بازی رخ اف شیش رخ بعدی اومده توی ستون ای توی بازی اینجا مگنس کارسن زده اما بهتر بود تنش رو نگه میداشت روخا رو توی ستون اف دوبل میکرد و میبینید این پیاده هم پیاده ضعیفیه توی بازی تصمیم گرفته بزنه رخ فعال شده فشار به پیاده مگنس مجبور یه ذره غیر فعال بازی کنه توی بازی از برگشته میخواد بیاد از این خونه ها توی بازی استفاده کنه f چهار بازی شده و علیرضا فیروزجا رو ببینید اسب خودش رو گسترش میده میگه من مشکلی ندارم اگر تو بزنی ساختار پیاده ی من دوبل شه من اسب تو هم دارم کنترل میکنم توی بازی پس مشکلی نداره همین اتفاقات توی بازی افتاده اسب برگشته و اسب اومده به خونه ای 5 تعویض شده چه کسی قراره این اسب رو از خونه ای 5 بلند کنه فوق العاده قدرتمند اسب فشار زیاد به پیاده سی 6 توی بازی وارد اینجا مگنس کارسن پیاده رو توی بازی رونده و پیاده بی 6 رو توی بازی از دست داده حالا سختار پیاده ی رو ببینید سه تا پیاده متصل به هم داره البته پیاده سی 2 یه ذره ضعیف توی بازی اینجا علیرضا با حرکت اسب اف 6 ستون رخ رو توی بازی بلاک میکنه شاه فعال شده کیش و اینجا اسب پیاده دی چهار رو هم زده از پیاده خودش هم داره حمایت میکنه فشار به اسب فشار به پیاده آ چهار پیاده آ چهار از دست رفته پیاده جی هفت هم همینطور کیش اومده سراغ این پیاده مگنس هم علی رزا به خوبی دفاع میکنه بعد از این کیش مشخصا مگنس کارسن قراره بزنه توی سیسه نمیتونی پس بگیری چون روخت رو از دست میدی و علی رزا فیروز را شاه خودش رو داره توی بازی فعال میکنه اسب رفته به خونه آچار فشار به پیاده پیاده رونده شده نشسته به اسب توی بازی و مگنس کارسن رخ رو گذاشته خونه ای یک میگه اوکی اگه میخوای اسب منو بزن اما رخ ای چهار کیش میاد توی بازی و اسبت رو میزنم آخر بازی خیلی مساویه این پیاده ضعیف پیاسه در مقابل سه هست اینو بخوای ب... مثلا الان سفید میتونه مثلا حرکتی مثل رخ بی پن یا حتی زدن این پیاده رو توی بازی داره دیگه آخر بازی مساویه و علی فیروز جا هم توی این آخر بازی نرفته اینجا شاه خودش رو تکون داده اسب رو نزده توی بازی شاه داره فعال و فعال تر میشه حالا اسب از زیر ضرب بلند شده رخ پیاده اچ ای هفت رو هم زده و مگنس کارسن اومده سراغ پیاده جیدو شاه فعال و فعال تر میشه داره مات میکنه رخ توی بازی به همین دلیل شاه فرار میکنه که خون... بتونه خونه ای فرار برای خودش خلق کنه اما اسب اومده و میبینید خونه های فرار رو داره از شاه میگیره توی بازی مگنس مجبور کیش بده شاه رفته کیش و اینجا شاه از اون سمت داره فرار میکنه تا توی بازی مات نشه رخ کیش داده و رخ علی رزا رو میبینید چقدر فعال اومده سراغ پیاده ها و ضعف های مگنس کارسن توی بازی رخ مجبور به دفاع و پیاده رونده میشه چه کسی قرار جلوی این پیاده رو بگیره فعلا هیچکس علی رضا همین لحظه برنده بازیه شاه اومده دی هفت اسب اومده به خونه ایسه فشار به این فشار به این رخ رفته سراغ پیاده بی سه و اینجا علی رضا فیروز رو با اسب کوبیده توی پیاده دی پنج حالا این اسبم زیر ضربه دیگه مدافع نداره و باید بلند شه حالا چرا با رخ نزد با رخ که میزد مثلا بعد از شاه ای شیش اینو هم میزد اینو هم میزد و این آخر بازیه درست سفید دو تا پیاده داره دو تا پیاده دوبل داره چجوری میخواد اینا رو به سر انجام برسونه واقعا کار سختیه نمیگم نشده ولی مهره داره دیگه سیاه هم مهره داره توی بازی علیرضا وارد این شاخه نشده با اسب زده حالا اسب زیر ضربه اسب رفته به خونه سی پنج که حرکت اشتباه بوده علی رضا فیروز را اسب سیسه بازی کرده و مگنس کارسن توی این لحظه از بازی انصراف داده اسبش زیر ضربه رخش زیر ضربه و هم از هر دو مهره همزمان نمیتونه توی بازی دفاع کنه مثلا باید اینو بزنه خب اینو از دست میده اسب هم داره دفاع میشه به خوبی و با یک اسب بیشتر و یک پیاده بیشتر علیرضا فیروز قطعاً قطعا این بازی رو خواهد برد به همین دلیل دو بر صفر به نفع علیرضا است فقط یک مساوی میخواد که بتونه فینال بزرگ رو ببره البته اگر ببره فینال بزرگ دو رو داریم که اگر بشه اتفاق بیفته اون بازی ها رو هم داریم خب این بود از بازی دوم بریم سراغ بازی سوم بازی سوم علیرضا با سیاه بازی میکنه و مگنس کارسن اینجا دیگه فقط برد میخواد اما میره سراغ سیستم لندن کی برد میخواد لندن بازی میکنه مگنس مگنس کارسن هر چیزی بازی کنه میتونه راحت ببره گسترش مهره اتفاق افتاده فیل ها تعویض شدن پیاده ها در مرکز تعویض شدن گسترش اسب و آماده است که فکر کنم قلعه بره دیگه توی بازی وزیر شاید هم قلعه بزرگ میخواد بره وزیر ایدو فیل بی هفت کوچیک رفته مگنس توی بازی و اسب روتیت میکنه شاید بخواد از این خونه ها توی ادامه بازی استفاده کنه رخ رو مگنس میذاره توی ستون باز بازی الرزا هم همین کار رو میکنه و حرکت جی چهار رو مگنس کارسن بازی کرده مگنسی که برای برد قرار بازی کنه تا اینجا دیدیم زمان بازیکن ها رو دقت میکردید اینجوری بود که یکسان بود دیگه توی یک رنج زمانی بودن اما این بازی سوم به بعد رو هم ببینید همه, همه بازی ها رو زمان بندی ها رو هم بهش دقت کنید که میبینید همین لحظه علیرضا یک دقیقه و 20 ثانیه عقب توی بازی حرکت جی 4 حرکت خوبی نیست چرا خوب نیست چون میتونی بزنی پیاده بی دفاع دیگه ولی مگنس طرح داره تاکتیک دیده اینجا اگر پیاده رو بزنی فیل با کیش میزنه بزنی اسب با کیش میاد بره اسب رو از دست میدی و اینجا آماده است بیاد برای مات سفید اما سیاه هم بی هیچ نیست اسب رو میذاره خونه F5 بخوای برای مات بیای حالا اسب رو میذاره خونه H6 مات تمام شد طرح سفید توی بازی به اتمام رسید مثلا حالا دیگه اسب باید بیاد خونه F3. وزیر ای هفت دفاع رو بیشتر میکنه سیاه بهتره با اینکه متریال مساویه به خاطر اینکه پیاده ایسه پیاده ضعیفیه این فیل فیل خیلی خوبیه بعدا از این قرش میتونه به بازی اضافه بشه و سیاه یک مقدار بهتره اما علی رضا فیروزا نزده پیاده رو اسب خودش رو گذاشته خونه ای چهار ببینیم چقدر فکر کرده یک دقیقه دقیقا فکر میکنه اسب خودش رو میذاره چهار. میگه منو دوچار پیچیدگی نکن از رفته جی 5 تعویض اتفاق افتاده ساختار پیاده یه دوب شده اما حمله سفید حمله قوی یه توی بازی روخا توی بازی تعویز شدن اسب اومده به خونه یه سی شیش پیشنهاد تعویض فیل ها رو داده مگنس کارسن و این پیاده میبینید ضعیف مهره های مگنس کارسن فعالترن وزیر داره میاد بی هفت روخه داره ستون رو کنترل میکنه توی بازی اسپر شاید بعدا بخواد به بازی اضافه بشه و سیاه مجبور به دفاع توی بازی اسب برگشته حالا اسب فسه توی این لحظه علیرضا اسب رو گذاشته خونه جی که حرکت منطقی هم به نظر میرسه داره خونه ای 5 رو توی بازی کنترل میکنه اما همونطور که بهتون گفتن مهره های سفید بسیار فعالن توی بازی اینجا علیرضا مثلا باید حرکتی مثل F5 رو بازی میکرده بعد از مثلا تعویز ها حالا سیاه هم حمله متقابل داره توی بازی و میتونه مهره خودش رو فعال کنه اما اسب رفته جی 6 وزیر اومده به خونه بی هفت طرح سفید حرکت رخصی شیشه داره میاد سراغ این پیاده اومده سراغ وزیر و حتی در آینده شاید بخواد دوبل کنه ستون اف توی بازی و مهرهای سفید بهترن حرکت ای پنج بازی شده رخ نشسته به وزیر این پیاده زیر ضربه حرکت ای پنج قربانی کامل پیاده بوده اما حرکت بعدی رو ببینید دی چهار دومین دو پیاده رو هم علیرضا فیروز داره توی بازی قربانی میکنه واقعا جذابه و اگر که بخواد بزنه از چه اتفاقی میفته حالا اسب چهار داره اگر اینو بزنی وزیر در ده چهار میاد و این آخر بازی کیش دائم داره انگار سیاه کیش دائم داره و آخر بازی مساویه اما چه اتفاقی افتاده رخ اومده خونه دیشیش مگنس نزده حمله مجدد به وزیر وزیر جابجا جا شده فشار به این پیاده پیاده بیشیش رفته توی بازی از پیاده سی پنج رو زده تعویز پیاده ها اتفاق افتاده و توی این لحظه مگنس کارسن پیاده دی 4 رو هم زده و همونجور که البته پیاده g 5 هم زیر ضربه پیاده جی 5 هم از بین رفته ببینید چطور یه لحظه اینجا رو ببینید علیرضا فیروز جو مهره ها چقدر غیر فعالن دو تا قربانی داد اینجا وزیرش توی بازی فعال شد حالا رو هم میتونه به بازی اضافه بشه شاه اومده به خونه G2 وزیر رفته به خونه B5 فشار به این پیاده اما قصد وزیر از رفتن به خونه B5 اینه بیا تو خونه A2 کیش بده به همین دلیل شاه خونه F2 اومده و خونه A2 رو کنترل میکنه، حرکت F5 رو اللیرزضا بازی کرده که حرکت H6 حرکت دقیق تر یه خونه فرار برای شاه خالی کنه. F5 بازی شده پیاده نزده رو به جلو رونده شده. حرکت F4 هم بازی شده، وزیر دی پنج کیش پیشنهاد تعویز وزیرها و علی رزا فیروز جا پیاده رو با کیش زده شاه زده و رخ اومده سراغ پیاده بی دو شاید باورتون نشه اما آخر بازی مساویه حالا رخه توی بازی فعال شده رخ دفاع کرده کیش راه رفته پایین و اینجا شاه توی بازی فعال شده وقت بازی ها رو که بهتون گفتم دقت کنید علی رزا فیروز فقط 13 ثانیه وقت داره دوستان در آخر بازی مساوی و پنج دقیقه زمان عقبه از بازی سوم به بعد مگنس کارسن روی زمان خیلی کار کرد خیلی کار کرد شاه اومده پایین میخواد بیاد خونه سی دو از پیاده خودش حمایت کنه یه رونده اینجا ایجاد میکنه و برو که بریم حرکت شاه جی شیش توی بازی حرکت دقیقی نبوده حرکت دقیقتر حرکت رخ اچ بوده شاه جی شیش پیاده دفاع کرده شاه اچ 5 اومده سراغ پیاده توی بازی شاه نشسته به رخ رخ جابجا شده و رخ دی 7 رو مگنس بازی کرده شاید رخ دی 4 یا رخ دی 5 اومد سراغ این پیاده دره بهتری بود توی بازی اما اسخای میکنم حرکت رخ رخ دی 7 توی بازی انجام شده اومده سراغ این پیاده علیرضا شاه رو برگردونده دفاع کنه حالا رخ دی 4 اومده که بیاد سراغ این پیاده همین اتفاق افتاده پیاده چهار از دست رفته اما یه نفر دو تا رونده داره توی این وضعیت یه نفر دو تا رونده داره اینجا علی رزا هم داره رونده خودش رو ایجاد میکنه بعد از آنپاسان اینجا پیاده خودش رو میرونه اما چه کسی سریع تره توی این وضعیت بی هفت بازی شده و علی رضا زمانش افتاده اینجا یعنی زمانش افتاده وضعیت هم بازنده است شاید اگر وضعیت مساوی یا برنده بود سری بازی میکرد اما چون زمانش وضعیت بازنده است دیگه ادامه نداده چرا چه کسی قرار زودتر وزیر کنه جی G2 رو بخواد بازی کنه بی هش با کیش وزیر میشه و اینجا مات در چند حرکت مات در هفت حرکت این وضعیت شاه جی چهار بازی بشه رخصی چهار کیش شاه مثلا بره خونه اچ سه رخصی سه کیش هزاران لاین وجود داره حالا من یه دونش رو بهتون نشون میدم شما باید برگرده دی چار وزیر بی چار کیش و اینجا رو ببینید مات نردبانی بسیار زیبا رو توی بازی رقم میزنه و این پیاده اصلا هیچ وقت وزیر نمیشه به همین دلیل توی حرکت پنجا و یکم علی رزا از بازی انصراف داده نتیجه دو یک میشه دو دو بشه بازی آرماگدون رو داریم اما ببینیم چه اتفاقی میفته توی بازی چهارم این تورنمنت فینال بزرگ علی رزا با مهره سفید ای چهار بازی کرده دفاع سیسیلی و منگس کارسن برای این بازی انتخاب میکنه اومده ببره باید سیسیلی هم بازی کنه واریانت باز دفاع سیسیلی رو روی صفحه داریم گسترش اسب از پیاده خودش حمایت میکنه و جی شیش بازی شده میره شرا... سراغ شاخه های دراگون مگنس کارسن آشیشینا بازی نمیکنه نایدورف چون علیرضا خودش نایدورف بازه افسر. از اومدن اسب خونه جی 4 جلو گیری میکنه احتمالا فیل رو میخواد بذاره خونه ایسه این فیل رو گسترش بده وزیر رو بذاره پشتش رو احتمالا قلب بزرگ بره طرح سفید باید این باشه یه جایی مثلا جی اچ 4 هم توی بازی میاد جناه شاه رو رنده میکنه این طرح سفید توی این لاین ببینیم چه اتفاقی افتاده گسترش اسب فیل ایسه حرکت اچ 5 رو بازی کرده مگنس گسترش فیل فیل دی هف وزیر دی دو تعویز از پا اتفاق افتاده و فیل اومده نشسته به وزیر فیل برگشته فیل ها تعویز شدن رخ نشسته به فیل توی بازی فیل بر نمیگرده این قطره به دردش نمیخوره فیل اومده خونه بیسه قطره بسیار مهم بازی رو داره کنترل میکنه حالا وزیر آ پنج بازی شده و علیرزا فیروز را قل بزرگ میره توی بازی پیشنهاد تعویز وزیرها رو میده مگنس کارسن یعنی چی؟ پیشنهاد تعویز وزیر داده توی بازی که میخواد ببره و اگر شما به برد نیاز دارید قطعا به وزیرتون هم نیاز دارید برای بردن اما نه برای مگنس کارسن اینجا رخ اومده خونه ای یک حرکت بی پنج رو اینجا بازی کرده توی بازی مگنس که بهترین انتخابش هم اینجا زدن وزیر بوده توی بازی اما بی پنج بازی شده و پیاده رو رونده علی رزا که حرکت بسیار خوبی هم هست اگر بخوای بزنی وزیر در ای 5 بعد از تعویض ها میبینید این روخه چقدر فعاله این فیله چقدر بد شاهه نمیتونه قلعه بره پیادش زیر ضربه و چقدر وضع بده برای سیاه ناگهان مهرای سفید بسیار فعالن اما همینجا وزیر در ای زده همون لاین ها تقریبا یه جور دیگهش اتفاق افتاده حالا روخه اومده بالا آشیش پیاده خودش رو دفاع کرده و علیرضا رضا حرکت آ ها رو بازی کرده که حرکت دقیقه نبوده یه حرکت بسیار مسخره عجیب غریب وحشتناک ترسناک وجود داره اینجا حرکت رخ دیشیش عجیب غریبه این حرکت نمیتونه بزنه چون آچمز شاه تو حرکت بعدی داره اسب رو میزنه آشیش زیر ضربه و سفید بهتر این وضعیت رو سیاه دفاع داره مثلا رخ سی شیش رو میتونه بازی کنه بعد از رخ در سی پیل فیل در سی باز هم میبینیم که مهره های سفید توی بازی فعالترن حالا اصلا فیل باید برگرده دی هفت حالا رخه تا سی هفت هم میاد میخواد بیاد پشت پیاده و شاهی که مرکز صفحه هم چنان گیر افتاده اما علیرضا پیدا نکرده آ رو بازی کرده حالا رخ اومده به خونه بی 8 تعویض اتفاق افتاده همینجا همچنان این حرکت کار میکنه اما پیدا نشده همچنان این حرکت وجود داره ولی دیگه پیاده ای تو آشیش نیست که بهش حمله بشه اسب اومده خونه دی 5 از پا تعویز شدن فیله رو ببینید چقدر فشار روشه شاهه نمیتونه قله بره این روخه اینجا چی میگه اصلا وارد بازی نشده و یه ذره بده دیگه سیاه توی بازی طرح سیاه میدونه چیه و از مثلا رخ فیلش رو دفاع کنه بعد یه ایشیش ای چیزی بازی کنه شاه رو بذاره ای هفت این روخه رو در بیاره برای همین انجین مساوی میزنه همچین به هیچ هم نیست سیاه توی بازی ارکت روخ بی هفت بازی شده شاه دی دو رو علیرضا بازی کرده میخواد شاه خودش رو توی بازی فعال کنه ایشیش رخ از زیر زر بلند شده حرکت اچ 4 هم بازی شده توی بازی اچ 3 داره میاد توی بازی شاه داره فعال و فعالتر میشه حالا شاه ای اف بازی شده این روخه میتونه در بیاد توی بازی شاه به خونه بی 4 هم رفته اما بیاین تصور کنیم حرکت اچ 3 رو دیگه اچ 3 داره توی حرکت بعدی سیاه داره اچ 3 میکنه چرا باید سفید جلوی اچ 3 رو بگیره خب ضعف ایجاد میشه دیگه اما اگر اجسه بازی بشه چه اتفاقی میفته به نظرتون فرض کنید مهره ها تعویض شدن و رفتیم توی آخر بازی مثلا فیلا دیگه نیستن یا مثلا هر بازیکن یه رخ داره این شاه رو میبینی ببین چجوری جوری زیگزاگ میتونه بیاد سراغ این پیاده و این حرکت اجسه حرکت بدی نیست ولی در آخر بازی خونه جیسه رو اینجا سفید نیاز داره یه جاهای دوی بازی شاه رفته بی چهار پیاده بعدی اومده رخ داره فعال میشه فیل اومده به خونه سی 6 این قطر رو کنترل میکنه حرکت بعدی اجسه از طرف سیاه داره بازی میشه بخوای برونی پیادت رو از دست میدی به خاطر همین علیرضا دفاع کرده پیشنهاد تعویز رو روخا تعویز شدن و اینجا حرکت سی 4 بازی شده حرکت بهتر در واقع اینجا سفید باید فعال بازی کنه مثلا رخ آ7 هم جزء حرکات اینجا برای سفید توی بازی که فیل رو به شاه آچمز میکرد حرکت خوبی میتونست باشه سی چهار هم تعویز اتفاق میفته h بازی شده اما دیگه فیلی توی این قطر نیست و همین دلیل G3 میتونه بازی شده. حالا فیل برگشته سراغ پیاده علی رضا مجبور دفاع کنه شاه داره فعال میشه رخ فعال شده توی بازی رخی که به درد نمیخورد حالا به درد بخور شده فیلی که به درد نمیخورد به درد بخورد شده به یک آخر بازی مساوی رفتیم پیاده رو علی رضا رونده و فیل اومده به خونه G2 میدونید میخواد چیکار کنه رخ زیر ضربه رخ جابجا شده این روخه رو باید برسونه به خونه اچ 1 بیاد سراغ این پیاده کار سیاه اینه بعد میتونه پیاده خودش رو برونه اما به همین راحتی هم که نیست سفید دست, دست 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 رو دست نذاشته دیگه جی 4 هم بازی میکنه جناه شاه رو توی بازی قفل میکنه مگنس کیش فیل برگشته توی بازی اما این فشاری که به این فیله رو همیشه با بیسه میتونید جواب بدید رخ رفته به خونه آ8 احتمالا میخواد بیاد سراغ این پیاده دیگه یه, جو... یه, جورایی F5 رو علی رزا بازی کرده و حرکت رخ آ 1 رو اینجا مگنس کارسن بازی کرده شاید اینجا بهترین انتخاب سیاه این بود که شاهش رو از این آچمزی بلند کنه با حرکت مثلا شاه C5 توی این آچمزی نمونه اما مگنس رخ آ 1 رو بازی کرده و بعد از تعویز علی رضا فیروز جا فیل رو گذاشته خونه ایدو حالا چه کسی قرار پیاده g چهار رو توی بازی دفاع بکنه به یک آخر بازی میریم که علی رضا یک پیاده پیش میفته یه پیاده بیشتر پیش میفته در اصل و دیگه آخر بازی همچنان مساویه اما دیگه برای برد نمیشه بازی کرد و اینجا مگنس کارسن توی حرکت چهل و یکم پیشنهاد تصاوی داده و علی رضا فیروز جا فینال بزرگ تورنمنت رو میبره جالبه یعنی در واقع داره به سطح پله علی رزا احترام میذاره چون زمان رو ببینید سه دقیقه مگنس کارسن برتری زمانی داره اما میدونه علی رزا تو دو دقیقه خیلی کارا میتونه انجام بده و علی رزا با این مساوی دو نیم امتیازه میشه مگنس کنیم امتیازه میریم سراغ فینال بزرگ دوم چون علی رزا از برکت بازنده اومده و همه رو اونجا درو کرده اومده توی در واقع فینال و مگنس از برکت برنده همه رو برده دیگه یعنی در واقع علی رزا باخت داره مگنس باخت نداره به همین دلیل حالا این باخت مگنس یک بازی دیگر هم میطلبه که بست آف توه بریم سراغ بازی پنجم بازی اول فینال بزرگ دود میشه دیگه در اصل که اینجا مگنس کارسن با مهره سفید بازی رو با دی چهار شروع کرده گسترش اسب میره سراغ حمله ترامپوفسکی که برادر سیستم لندن دیگه همه اون اتفاقا میفته فقط سفید این اختیار رو داره هر وقت خواست بزنه توی اسب و ساختار پیاده سیاه رو به هم بزنه توی لندن مثلا فیلم یاد f حالا اینجا فیلم اومده خونه G5 همون سلسله مراتبی که توی لندن وجود داره اینجا هم وجود داره و با این تفاوت که فیل تو خونه جی پنجه میبینید مهره ها به همون شکل گسترش پیدا میکنن توی بازی قلعه علی رزا وزیرش رو گذاشه سی و مگنس کارسن اومده این قطر رو در اختیار بگیره و فیل نمیتونه جا باید تعویز کنه دیگه تعویض اتفاق افتاده علی رضا اچ 5 رو هم رونده آماده است که از جناح شاه حمله کنه توی بازی رخ اومد خونه ای یک و علیرضا رضا فیروز رو حرکت شش رو بازی کرده البته که اینجا نمیتونه فعلا اچ رو بازی کنه چون پیاده رو البته درسته این ستون رو رخ داره توی بازی ولی پیاده از دست میده به همین دلیل انجام نداده علیرضا حرکت جی شیش رو بازی کرده و این فیله رو داره توی بازی میبنده انگار به طور کامل این فیله دیگه خونه فرار نداره و خونه های سیاه رنگ خونه های ضعیفی اما هر رو بازی بازیکن فیل سیاه رنگ فعلا توی بازی ندارن این حرکت رو اگر من انجام میدادم قطعا حرکت مسخره و احمقانه بود اما وقتی علیرضا بازی میکنه حرکت سوپر بریلیانت توی بازی از برگشته تو از پیاده خودش حمایت کنه یه جایی شاید اس رو بذاره خونه ایسه علیرضا اس جی رو بازی کرده اومده با سیاه دوباره ببره مگنس کارسن رو وزیر دید و توی بازی قله بزرگ رفته علیرضا بی چهار طرح سفید همینه که پیاده های خودش رو از جناه وزیر فعال کنه و به حمله اضافه کنه شاه بی هش و حرکت آ اینجا حرکت سی اف شیش توی بازی انجام شده داره در واقع یه جاهایی ردیف ارز هفتم رو برای وزیر هم خالی میکنه و میخواد پیادهای خودش رو برونه توی بازی اسب نشسته به فیل توی بازی فیل زیر ضربه و علیرضا فیروز رو حرکت G5 رو بازی میکنه که حرکت خیلی دقیقی نیست علیرضا باید چیکار میکرده باید E5 رو بازی میکرده بعد از E5 از در F5 اینو هم بزنی این وضعیتیه که باید انجام میشده توی بازی بعد میتونست از ستون G استفاده کنه وزیر میتونست بیاد این اسبه فعلا جایگاه خوبی داره و مرکز خوبی داره سیاه بهتر بود اما توی بازی چه اتفاقی افتاده جی 5 نشسته به اسب بعد از تعویض ها به یک همچین وضعیتی میرسیم که حالا ستون ای برای رخ توی بازی بازه پیاده F5 پیاده ضعیفیه تفاوتش توی این پیاده است دیگه پیاده به جایی که G5 باشه و توی E5 می بود مثلا اون واریانتی که بهتون نشون دادم این وضعیت بود چیزی که توی بازی اتفاق افتاده این وضعیته و همین خودش یه سری چیزها رو توی بازی تغییر میده این بازی بسیار جذابه بیام با هم تا آخرش رو ببینیم فیل اومده دیسه فشار به این پیاده توی بازی ضعف داره اینجا علی ستون رخ باز شده اسب اومده خونه ای 7 پیاده خودش رو دفاع کنه که این حرکت هم خیلی دقیق نبوده اینجا شاید مثلا اف 4 باید از شر پیاده خلاص میشد این وضعیت بهتری بود برای علی رزا. چون سفید یه ذره این ور رو دفاع کنه از اون ور داره میاد برای مات یعنی داره میاد حمله خودش رو ادامه بده اسب رفت خونه ای 7 و حرکت اف سه بازی شده نشسته به اسب اسب رفته خونه اچ 6 و اسب علی رزا توی خونه اچ 6 جایگاه خوبی نداره در اصل از بازی خارج شده این اسب و فعلا نمیتونه به بازی اضافه بشه میبینید این اسب هم به خوبی پیاده جی رو کنترل کرده اما فعلا باید هم اینجا بمونه مونه و مراقب پیاده باشه توی بازی بچه ها لایک رو هم بکوبید اگر تا الان نکوبیدید انرژی بدید کانال رو هم سابسکرایب کنید صدا می گرفته مگرس کارسن رخ رو میذاره خونه ای 6 فعال بازی میکنه اومده سراغ پیاده ای اف 6 روخه داره میاد تو خونه ای یک فشار به اسب و وضع خیلی بده دیگه علیرضا رخ رو گذاشته خونه اف که این حرکت هم حرکت دقیق نبوده اینجا حرکت بهتر برای دفاع از این پیاده کامپیوتر میدونید چی میگه میگه اینجا اسبت رو بذار جی هش. پیاده رو حمایت کن بعدا روخه رو مثلا از اچیش بیار ات کن توی بازی که خیلی منطقی نیست یه ذره پسیوند دیگه غیر فعالن مهرهای سیاه توی بازی اینجا علیرضا با رخ دفاع کرده رخ بعدی اومده فشار به اسب توی بازی اسب جابجا جا شده و اینجا آ 5 رو هم بازی کرده مگنس از حالا داره توی بازی فعال میشه و اینجا پیاده تا خونه آشیش هم رفته و حمله سفید حمله یکی که زودتر انجام میشه میبینید دفاع کرد این وضعیت رو حالا حمله خودش رو داره انجام میده و یه ناچاری دیگه اصلا بخوای بزنی مثلا میتونه بزنه بعد روخه رو بذاره آ یک توی بازی فشار وارد کنه البته ستون آ رو اینجا در اختیار بگیره و حمله سفید حمله خطرناکی میتونه باشه اگرم نزنه که توی بازی علیرضا نزده حرکت بیشیش رو انجام داده حالا خونه های سفید رنگ ضعیفن توی بازی یعنی هر کاری کنی بده اینجا اسبه بالاخره به بازی اضافه شده فشار به این فشار به این علیرضا اینجا نشسته به رخ و از پیاده دی پنج رو زده حالا روخ هم توی بازی دفاع شده اما حرکت رو ببینید علی رضا فیروز را اسب خودش رو گذاشته خونه ای چهار داره اسب رو توی بازی قربانی میده اما ارتباط رخ ها رو با هم قطع کرده توی بازی رخ زیر ضربه اسب زیر ضربه و وحشتناک تاکتیکی این بازی کن فوق العاده است بخوای با پیاده بزنی این میره به همین راحتی پس مگنس کارسن هم بهترین انتخاب ممکن رو اینجا انجام داده در اصل اینجا مگنس یک پیاده جلوه اینجا رخ در بیشیش زده به همراه کیش روخه رو داره قربانی میده تفاوت داره میده در اصل چون این اسبه رو میزنه توی بازی یه پیاده خورده تعویز اتفاق افتاده اسب رو توی بازی زده و اینجا حرکت شاه آ 7 رو علیرضا بازی کرده به نظر حرکت منطقی میاد شاه رفته پشت پیاده آشیش قایم شده توی بازی از پیاده خودش هم داره حمایت میکنه اما حرکت خوبی نبوده حرکت بهتر حرکت اسب g 4 بوده حالا این اسبه میتونه به این بازی اضافه بشه و زدن پیاده رو هم در واقع نداره سفید اگر اینجا بخواد پیاده رو بزنه بشینه به وزیر مثلا وزیر میاد خونه سی میشینه به اسب حالا اسب بخواد جابجا جا بشه وزیر در g چهار داره حالا میبینید اصلا سیاه مهرهاش فعال شده توی بازی همون مهرهایی که غیر فعال بودن اما علی رزا شاه آهف آه رو بازی کرده ایرادش چیه؟ ایرادش بی پنجه بی پنج ایرادش چیه؟ اسبه میخواد بیاد بی چهار بیاد بشینه تو خونه سی شیش. کی میخواد اسبه رو دیگه تکون بده بی, بی پنج بازی شده در واقع اینجا سی چهار هم جز ترها هستی سی چهار سی پنج هم جز ترهای سفید میتونه باشه اما بی پنج هم بد نیست تعویض اتفاق افتاده با فیل زده پیاده رو رها کرده اما مهم نیست پیاده از دست رفته پیاده بعدی رو هم در اصل اینجا داره مگنس کارسن توی بازی قربانی میده اما اگر که بخواد پیاده رو بزنه ببینیم چه اتفاقی براش میفته روخه میاد خونه سی یک و دیگه وز خیلی بده مثلا باید وزیره رو تسلیم کنه مثلا وزیره رو نخواد تسلیم کنه اسبی چهار بذاری با هم ببینیم گیر افتاد دیگه مثلا وزیر رو بخواد بذاره آ پنج چی میشه آ از شیش میاد اون که چی مثلا وزیر بیاد اینجا چی رخ میره سی هفت و از خیلی بده شاه فقط خونه بی هش رو داره و بعد از رخ بی هفت اینجا مات در هش حرکت که دیگه اونو با هم بررسی نمیکنه پیاده رو نزده قبول نکرده علی رضا پیشنهاد تعویز وزیرها داده اما همونجور که گفتم از بی چهار جلوگیری کرده اگر بخواد اینجا مگنس کارسن تعویز کنه آخر بازی کاملا مساویه درسته علی رزا اینجا یک تفاوت جلوه توی بازی رخ داره مثلا در مقابل فیل اما پیاده های مگنس پیاده های قوی یعنی یک پیاده توی بازی هم پیشه پس تعویز نکرده چیکار کرده؟ اسبی چهار بازی کرده اسبه داره میاد سی و اینجا چنگال خانوادگی داریم وزیر رخ و شاه توی بازی و دفاع هم نمیشه مثلا میخوای چیکار کنی شاه رو مثلا جابجا جا بکنی باز همینه باز کیش میخوره پس نمیشه وزیر رو بخوای جابجا جا بکنی کیش میخوره این دوتا میره باید مثلا روخه رو بذاره سی که توی بازی اتفاق افتاده کیش انجام شده و بعد از که اول قطعا وزیرها باید تعویض بشه بعد از کیش چون وزیر سفید وزیر وزیرها تعویض شدن و رخ رو توی بازی زده آخر بازی هستیم که در واقع مگنس کارسن یک پیاده پیشه پیادهش رو داره از دست میده ولی اما این دو, دو پیاده رونده بسیار قدرتمندن توی بازی از پس خونه F5 فعال شده D5 پیاده از دست رفته همه چیز مساویه اما ستون باز رو داره سفید کنترل میکنه دو تا رونده متصل به هم و سفید داره توی بازی رخ اومده به خونه D8 اینجا مگنس کارسن رخش رو فعال کرده نشسته به این کیش برخاست داره توی بازی اسب اومده چنگال رخ و فیل توی بازی اما حرکت رو ببینید فیل آ چهار کیش برخواست داده توی بازی داره روخه رو توی بازی قربانی میکنه اما علیرضا نزده شاه رو گذاشته آف چرا نزده وقت رو هم در نظر بگیرید سه ثانیه وقت داره علیرضا و باز هم توی کمبود زمان افتاد اگر میخواست بزنه اینجا پیاده اسب رو میزنه و چه کسی قرار جلوی وزیر شدن پیاده رو بگیره رخ بخواد بیاد اینجا که میزنی رخ بخواد بیاد سراغ فیلم میرونی بزنی وزیره نمیتونی بزنی بری پشت پیاده وزیره و آخر بازی رو قطع به یقین سفید میبره برگردیم به عقب اینجا شاه رفته به خونه آهف آه به جای اینکه با اسب بزنه حالا دوباره رخ کیش داده شاه رفته پایین پیاده رونده شده رخ اومده سراغ این پیاده اما مهم نیست اومدم سراغ اسبت اسب جابجا شده شاه فعال شده میخوای بزنی بزن زده علی رضا اما کیش و پیاده به خونه دی هم رفته دیگه نمیتونی جلوش رو بگیری رفته پشتش اما توی این لحظه توی حرکت 48 علیرضا فیروز رو از بازی انصراف داده پیاده وزیر شده بازی اول فینال دوم رو مگنس کارسن میبره خب قطعا یک رخ کمتر داره و میبازه بازی رو دیگه و جلوی وزیر شدن پیاده رو هم نمیتونی بگیرید و اینجا تو حرکت 48 رو مالی انصراف داره بریم سراغ تا الان پنج بازی بهتون نشون دادم بریم سراغ بازی ششم که میخوایم با, هم با... میخوام با هم ببینیم مگنس با سیاه بازی میکنه علی رضا با سفید بازی رو با ای چهار شروع کرده میره سراغ گشایش ایتالیایی دفاع دو اسب رو روی صفحه داریم فیل اومده بیرون فیل جی 5 حمله به فیل فیل برگشته و فیل ای هفت رو بازی کرده مگنس کارسن میگه آقا من مصافی میخوام بذار یه ذره درسته یک تمپ هم داره بیشتر خرج میکنه فیل رو برمیگردونه بذار دفاعی بازی کنم دیگه اونجا فیل کاری نداره فیل اومده خونه جیسه پیاده حمایت شده 8 خور بازی شده a5 قلعه از طرف دو بازیکن انجام شده رخ e1 و حرکت g6 حرکت بسیار سطح بالایی این فیل رو می‌بینی به هیچ دردی نمیخوره. سیاه باید رخ رو بذاره h8 فیل رو بذاره f8 فیل رو از تو خونه g7 به بازی اضافه کنه بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده h3 حرکت بسیار مهم داره از خیلی از تهدیدات توی بازی جلوگیری میکنه. رخ e8 گسترش اسب ف8 اینجا این آچمزی این رو دوباره علیرضا به وجود آورده توی بازی فیل دفاع میکنه اسب رو حالا اسب میاد به خونه دی 5 بزنی وزیر رفته پس قابل زدن نیست فیل گسترش پیدا کرده مگنس کارسن ناگهان مهرهاش رو به خوبی گسترش میده با اینکه توی گسترش یه ذره عقب افتاده بود سیسه زده پس گرفته همچنان اسب نمیتونه بزنه حرکت جی پنج بازی شده حالا اسب میتونه بزنه اما علیرضا فیروز رو میگه وایسو ببینم بذار من اصلا اسب تو بزنم ساختار پیاده ای رو خراب کنم تو نزن فیلم رو بعد برمیدارم توی بازی حالا ساختار پیاده ای یه ذره ضعیف توی بازی چیزی که علیرضا این ضعف رو نداره و شاید بتونه در آخر بازی ازش استفاده کنه رخ نشسته به پیاده وزیر دفاع کرده حمله به فیل فیل از زیر زرب بلند شده اسب تا خونه اف, اف 4 هم اومده فوق العاده قدرتمند این اسب دی 4 تعویز پیاده ها از جا به جا شده و حرکت بیسه فیل برگشته از این قطر روی بازی استفاده کنه اینجا علیرضا اسب رو گذاشته سی چهار نشسته به این پیاده و مگنس کارسن فیل خودش رو گسترش داده در حالی که پیاده خودش زیر ضربه علیرضا زده و مگنس کارسن اینجا داره بلوف میزنه میگه اگه میخوای پیاده منو بزن اما منم که دارم فعال میکنم ولی اینجا سیاه هیچ چیزی نداره هیچ تاکتیکی اینجا برای سیاه وجود نداره علی رضا زده یک پیاده پیشه دو پیاده ضعیف داره سه تا متصل به هم سفید و میره که رونده ایجاد شو و این رونده بیرونی دیگه میره او وزیر میشه جی چهار نزده بسته نگه داشته جناه شاه رو توی بازی از برگشته شاه رفته به خونه H1 وزیر فشار وارد میکنه به این پیاده به این پیاده توی بازی فیل هر دو پیاده رو دفاع میکنه و اینجا از کوبیده توی فیل پس گرفته شده و اینجا مگنس کارسن پیشنهاد تعویز وزیرها رو میده اما اصلا با عقل جور در نمیاد باز چرا باید پیشنهاد تعویز وزیرها رو بدی جایی که ساختار پیاده ایت بده جایی که سه در مقابل یک حساب میشه اون ورسن خب یه پیادم عقب سیاه تعویز اتفاق افتاده و رخ رو علیرضا گذاشته خونه بی یک آماده است که طرح خودش رو توی بازی انجام بده درست پیاده جی توی بازی زیر زرب F5 رو اینجا مگرس کارسن بازی کرده قربانی کامل پیاده است اگر بزنی من قرار اینو برونم توی بازی و فوق العاده پیاده قدرتمند میشه دیگه داره صد رو از جلوی راه بر میداره اما همینجا علیرضا طرحهای بسیار خوبی داره دیگه توی بازی یه دونه از طرحها حرکت رخ f که بشینه به فیل فیل اینو بزنه اینو میزنم و ستون ای همیشه بسته میمونه و این سیاه نیست که رونده داره و سفیده که میتونه تلاش کنه این پیادم داره دفاع میشه به خوبی میتونه تلاش کنه برای ایجاد کردن رونده رونده خودش توی بازی اما حتی اسب در سی شیش هم اینجا وجود داره اسب در سی شیش میشینه به رخ رخ بیاد اینجا از باید برگرده حالا فعال میشه دیگه یه ذره فیل در جیسه سیاه یه ذره فعالیت به دست میاره اما بی چهار رو علی بازی کرده رخ از اون ستون دیگه بلند شده اومده تو ستون دی پیاده خودش رو قربانی کرده در ازای فعالیت مهره ها پیاده ای چهار رو هم زده توی بازی رخ اومده به خونه بی چهار فشار به ضعف مگنس کارسن علی باید این بازی رو ببره اما وضعیت متعادل شد بعد از حرکت بی چهار توی بازی فشار به این پیاده ها توی بازی پیاده رونده خودش رو میرونه میگه اینو میخوای بزنی بزن این مهمه دیگه قرار بیاد وزیرشه و بهترین راهکار هم همین بوده علی فیروزجا فیروز جا اینجا باید پیاده رو با کیش میزده شاه جا به جا شد حالا روخش رو میذاشته پشت پیاده وضعیت خیلی متعادله اما نزده رخ رو گذاشته خونه ایچاری ای پیاده رو نزده و حالا سیاه کاملا برنده است رخ اومده خونه دیدو آماده است که پیاده رو برونه علی رضا فیروز جا نشسته به فیل اگر برونی فیلت رو میزنم اما آروم رخ رو گذاشته خونه اف هج مگنس فیل خودش رو دفاع کرده و وضعیت خیلی بده برای علیرضا. شاه رو گذاشته اچ 2 و بعد از حرکت ای دو علی رضا فیروز جا از بازی انصراف داده ادامه ای برای علی رضا وجود نداره توی حرکت سی و بازی و فینال بزرگ دوم رو دو بر صرف مگرس کارسن میبره و قهرمان مسابقات چسبل مستر میشه حالا چرا از بازی انصراف داده علی رضا مثلا روخش رو از بر از زیر زر برداره ای یک وزیر همینجا وجود داره ای یک وزیر میبره در اصل اما بهترین حرکت نیست اینجا مثلا درخ در مقابل رخ و اسبه حالا یه سری رونده این داره سفید که سیاه بهتره اما بهترین انتخاب چی بوده؟ همینجا رخ دیسه خیلی قویه پیاده رو رها میکنه اما اصلا مهم نیست نمیتونی بزنی فیلکیش میده بیای پایین ماتی مات میشه سفید و علیرضا با اینکه تونست فینال اول رو مگنس کارسن قدرتمند رو که ایشکی نمیتونه ببرتش پشت سر بذاره توی مسابقات فینال بزرگ دوم از پسش بر نمیاد و دو بر صفر شکست میخوره و مگنس کارسن مسابقات چسبل مستر رو میبره امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید یه ذره صدامم گرفت از خواهی میکنم اگر صدام یه ذره خش داشت, داشت. امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید به شطرنج علاقه مندید چستراپیس رو سابسکرایب کنید تا جامعه شطرنجمون گسترده تر شه من کیانم و توی ویدیو بعدی میبینم